سلام بچه ها، من دنی پینکمنم و خیلی خیلی خوش اومدیم به چنل دنی پینکمن فیفا. خب آقا، توی این ویدیو قراره با هم دیگه تیم هفته 11 رو بررسی بکنیم و مهمتر از اون بازیکنهای وانس تو واچ که توی این هفته آپگرید شدن و یه بررسی ریزی بهشون داشته باشیم، که بازیکنهای تیم رئال مادرید، پاریس سن ژرمن و بایر مونیخ بودش و چند تا بازیکن دیگه که حالا راجع به همه اونا صحبت میکنیم. تیم هفته رو میبینیم، سیلور استار رو میبینیم و در آخر این یه دونه پکی هم که داریم رو باز میکنیم. پس پیشنهاد میکنم حتما تا آخر ویدیو رو ببینید، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و بریم ببینیم چه خبره. خب آقا، با سیلور استار شروع میکنیم. سیلور استار این هفته اسمش دودوه، یعنی یه دونه ال ته اسمش داشتش، دودول بود رسما. خب اسم عجیب غریبی داره، ولی خب برزیلیه و دفاع راسته و واسه تیم شاختار هم هستش، یه عکس داینامیکش هم تازه لود شدش و کارت خوبیه، چون همه سیلور استارا در این حدن که شما اگه یه تیم تمام سیلور داشته باشین تو پست‌های مختلف این سیلور استارا به دردتون میخورن، ولی این دودو اسمش میگم قندم میگیره، این دودو به درد تیمای اصلیتون هم میخوره. مثلا چه میدونم، اگه تو دفاعتون مارکینیوس داشته باشین یا مثل من کارلوس آلبرتو آیکون برزیلی داشته باشین، یا کلا یه جوری باشه که بتونید دفاع راست یا چپتون رو برزیلی بذارین، به درد میخوره. این کارت دودو چون پیس خوبی داره و دیفندینگ و فیزیکش هم تقریبا اوکی و دریبل و پاسش هم خوبه، به نظر من به درد تیمای اصلیتون هم میخوره. مثلا میتونه حتی بازیکن تعویضی باشه واسهتون، یا مثلا دفاع راست اصلیتون اخراج بشه، یه بازی بخواین یه بازیکن دیگر رو بذارین، مثلا همچین بازیکنی داشته باشین به دردتون میخوره. مثلا خود من دفاع راست اصلی تیمم اشرف حکیمیه، ولی خیلی اخراج میشه، یعنی خیلی باهاش تحلیلای بد میزنم و مواقعی هم که بازیکن اخراج میشه مجبورین یه بازی رو یه بازیکن دیگه بذارین و همچین بازیکنایی تو کلابتون داشته باشین به درد این کارا میخوره. و دودو به نظرم کارت خوبیه، چالنجش هم که دقیقاً شبیه بقیه سیلور استارا، 3 تا بازی ببرین، 8 تا گل بزنین و 6 تا پاس گل بدین با تیم تماماً سیلور توی مود فات فرندلی سیلور لانج. و تا اینجا که خوب بوده شو بریم سراغ تیم اصلی. و اینم از تیم اصلی هفته 11 که انصافاً میشه گفتش تیم خوبیه، البته آنچنان شاید چون نگاه اولی تیم خوبی نباشه، ولی کارتای خوبی داره و یکی دوتا بازیکن مطرح خوبم داره که تیمو نجات دادن. و بیایم از این پایین شروع بکنیم که اینجا بازیکن جذابی نداریم. توی ریت پیکامون احتمالاً این بازیکن عربستانیه یا بقیه گزینه‌های ریت پایین رو زیاد می‌بینیم، ولی خب بازیکن‌های خوبی نیستن هیچ کدومشون. از اینجا بخوایم شروع بکنیم، گرادل که مال نمیدونم چه لیگیه، بذار ببینیم، لیگش سوپر لیگ ترکیه، سیاوش اسپور که بازیکن خوبی هم نیست. ببو رو داریم که پست اصلیش استیه، کارت گلدش استیه، ولی خب این کارتی که بهش دادن وینگر راسته و خب با پیس 94 که داره و دریبلینگ 85 و شوت 80 میشه گفتش یکی از بهترین راستای بوندسلیگا، چون اسکیل 4 داره و ویک 3 و خب در مقابل بازیکنه چرت و پرت راستی که تو بوندسلیگا هستن به نظر من کارت خوبیه. یک کوچولو به خاطر ملیتش لینک کردنش خارج از بوندسلیگا خیلی سخته، ولی خب توی همون بوندسلیگا اوکیه شرایطش و خب لینک سبز کراماریچ هم هست و کلان کارتش هم کارت خوبیه. به عنوان سوپر ساب خیلی خوبه، چون پارسال کارت ببوی RTTF رو من داشتم که تعویضی می آوردم معجزه می کرد واقعا، و امسال هم اگه این کارت تو ریت پیکاتون بودش بگیریدش، به درد تعویضی خیلی می خوره. و نفر بعدی خوان میه که LM اسپانیایی رئال بتیسه که نداره واقعا چیز مثبتی تو کارتش من نمی بینم و دردم کویکسله. نفر بعدی هم مناه که از لیگ مکزیکه اگه اشتباه نکنم، آره از لیگ مکزیکه، خودش هم اکوادوریه و چیز خاصی تو این کارت هم نمیبینم، فقط اجلیتی 97 و بالانس 90ی که داره و پیس و شوت اوکی که داره میتونه اینم تعویضی خوبی باشه. یعنی تا الان کارت خوب نداشتیم، فقط ببو و منا تعویضیای نات بدی هن، نام خوب نیستن تازه. میرسیم به دیابی که اینم دوباره بوندسلیگا و راسته، یعنی اگه ببو رو نگیم مثلا یکی از بهتریناست، دیابیه واقعا بهترینشه توی پست آر ام توی بوندسلیگا و خداییش کارت خوبیه، دریبل خیلی خوبی داره، اجلیتی بالانسش مخصوصا، پیسش هم که دیگه ماکسیمومه دیگه، اکسلریشن که 99 اسپرینت اسپیدش هم 95 و واقعا همه چیز خوبه. تنها نکته منفی دیابی کلا ویک فوت 2 شه، یعنی اگه بعدن توی پروموهای جذابی که مثلا فات بیرسه و این چیزایی که
بازیکن‌ها آپگرید اسکیل موو و ویک فوت می‌گیرن، اونجا اگه به دیابی یه کارتی بدن که ویک فوت بالاتری داشته باشه، به نظرم کارتش فوق‌العاده است و چون فرانسوی هم هست و بوندسلیگا کلی لینک خوب داره و راحت میشه با بازیکن‌های فرانسوی یا بازیکن‌های بوندسلیگا لینکش کردش. و تا اینجا می‌بینید که بهترین بازیکن‌ها همین دیابی و ببو بودن. نفر بعدی هم سنتونز است، نمیدونم اسمشو درست خوندم یا نه، ولی فرانسوی لیگ فرانسه است و دفاع راسته، که خب دفاع راستای خیلی بهتر از این هستن و آنچنان کارت جذابی نیستش، فقط استامینه 98 ش جالبه، ولی خب تو بودجه پایین میخوایم حساب بکنیم کلاوس از این خیلی بهتره. و دروازه‌بان ذخیره هم دیگو لوپز از اسپانیول، که اصلا دروازه‌بان فوق‌العاده خوبیه، قبلا هم رئال بود یه مدت اگه یادتون باشه. بازی اسپانیول بارسلونا رو نمیدونم کیا دیدم، بازی اولی که جاوی مربی بودش ترکوند، یعنی فکر کنم بالا 10 تا سیو داشتش، خیلی دروازه‌بان خوبیه و واقعا هم سخت گل خوردش و دروازه‌بان خوبیه. حالا نمیدونم دقیقا تو این هفته چی کار کرده که این کارت گرفته، ولی خیلی خوبه. و میرسیم به تیم اصلی تیم خیلی خوبیه به نظر من این هفته و بازیکن بدم زیاد داره، ولی بازیکن خوباش به نظر من جبران کردن. از لوپز شروع میکنیم که دروازه‌بان خوبیه، ولی به نظرم کارت رول بریکرزش بهتر باشه. حالا خود من تو تیمم دارمش و خوبه، چون توی رول بریکرزش یه سری از استاتاش منفی خورده بقیه مثبت خورده، شاید این کارت یه کوچولو کارت بالانسری باشه نسبت به اون، ولی خب کلا راجع به دروازه‌بانا گفتم که نظر خاصی نمیدم. میرسیم به فندایک، با اختلاف بهترین این هفته است توی این فرمایی که این هفته هستن، واقعا بهترینشون فندایک، بعد فندایک دیونگه، که حالا فندایک رو اول بررسی میکنیم که فوق‌العاده است به نظر من و خیلی خوبه دیگه. گلد فندایک دیده بودین چه جوریه دیگه، حالا فکر کنید پیس مثبت 2 شده، بقیه استات هم مثبت خورده و خیلی خفن شده و میبینید که اکسلریشنش نسبت به اسپرینت اسپیدش خیلی پایینه، ولی اصلا مشکلی نیست، یعنی فندایک همه دیدن دیگه، گیم پلی خوبی داره و اصلا مشکل حساب نمیشه واسش و کارت خیلی خوبی و واقعا از بهترین رت پیک های این هفته است. نفر بعدی رافائل تولویه، که خب نه، چون انقدر سری های ایتالیا دفاع وسط خوب و اوپیو ارزون داره که رافائل تولوی واقعا چیز خاصی حساب نمیشه. نفر بعدی هکتوره، به عنوان دفاع چپ پیس 64 که داره باعث میشه کلا باید ردش کنیم، چون همین پیس مهمترین چیزه واسه دفاعی گوش و خب البی که پیس 64 داره به درد کویکسل میخوره. برسیم به سواکا، فیوچر تیم آف دوی که این هفته، که یه کوچولو به نظر من عجیبه که فیوچر دادن ساکا، نمیدونم، چون یه گفته بودش به کسای فیوچر داده میشه که ریت کارت گلدشون زیر 80 باشه و تا حالا هم کارت اسپیشیال نگرفته باشن توی این فیفا. خب ساکا تا الان اسپیشیال نگرفته، ولی دقیقاً 80 بود کارتش، نمیدونستم بازیکن خود 80 هم میتونه فیوچر بشه، ولی اولین باره که بازیکن 80 فیوچر شد و ریت 85 گرفت و خوبه، کارتش واقعا خوبه. البته فکر کنم قبلا هم بازیکن 80 فیوچر شده بود، شاید من یادم نمیادش، ولی خب کلا کارتش خوبه به عنوان آر ام، پیس خوبی داره، دریبل خوبی هم داره، بقیه استاتش متوسطه و قیمتش هم ارزونه و چون استن تکل و اسلاید تکل و اینترسپشنش خوبه، یعنی استاتای دفاعی، شاید با یه سری از کیمیستری استایلا و سویچ کردنش تو بازی به عنوان هافک یا حتی دفاع راست خوب باشه. به نظرم دفاع راست اوکیه ساکا، ولی خب توی گزینه تهاجمی شاید آنچنان جذاب نباشه، چون 3-3 اسکیل موفش و ویک فوتش و به نظرم یه کوچولو مشکل حساب میشه. میرسیم به دیونگ، گفتم اول فندایک بعد دیونگ، یا حتی میشه گفتش اول دیونگ بعد فندایک توی تیم این هفته. دیونگ کارت فوق‌العاده خوبی داره، نسبت به کارت آرتیتیکه دیونگ قیمت ارزونتری داره این کارت و خب خیلی خوبه. اگه ریت پیک دیونگو بزنید واقعا دبلیو، یعنی از هر زاویه نگاه بکنیم دیونگ هم گیم پلی خوبی داره، هم لینک های خوبی داره، هم واقعا جز متای بازی و خیلی واقعا کارت خوبیه. و تا اینجا میشه گفتش که کلا ریت پیک های این هفته خوب نیستن، ولی اگه تو ریت پیکتون یا پک تیم آف دویکی که زدین پرچم هلند دیدین تمومه، دبلیو یا دیونگ یا فندایک، که جفتشون به نظر من خوبن و ارزش اینو دارن که حتی به خاطرشون تیمو تغییر بدیم. یعنی بعضی موقع آدم یه بازیکن آنتریدی میگیره که به خاطر اون مجبور میشه مثلا چند تا از بازیکن‌های دیگه‌ش هم عوض بکنه تا بتونه بازیکن‌ها رو جا بده تو تیمش، و واقعا جفت این بازیکن‌ها بازیکنایین که ارزش این کارو دارن. و میرسیم به گوندوغان، که همچنان کارت رول بریکرز گوندوغان بهتره به خاطر پیس آپگریدی که گرفته، اون خیلی بهتر از اینه،
و خب قیمتی هم نداره و کارت خوبی هم نیست، یعنی همه استاتش خوبه، پیس خوبی فقط نداره و اون بر کارت رول بریکرزش دقیقا پیس رو جبران کرده. و اینم از گوندوغان. نمیرسیم به مدیسون، که مدیسون هم بد نیست به عنوان یه سی ایم میشه روش حساب کرد، ولی خب استامینه 76 داره، به نظرم خیلی گزینه‌های بهتر ازش هستن، یعنی خود پریمیر لیگو فقط نگاه بکنیم کلی با این قیمت‌های حال حاضری که هستش، مثلا برونو گولد از این ارزون‌تر از اینم بهتره و خب دیگه نیازی به همچین کارتایی مثل مدیسون نیست. و میرسیم به آنتوان گریزمن. کسایی که کارت وانس تو واچ گریزمن رو داشتن آپگرید مثبت 1 رو گرفتن و فکر کنم اتلتیکو هنوزم شانس داشته باشه که با بردن نمیدونم چند تا بازی دیگه دوباره آپگرید مثبت 1 بگیره کارت گریزمن، کارت وانس تو واچش. و این کارتش هم کارت بدی نیست به عنوان مثلا اگه رید پیک بزنیدش میتونه به عنوان سی ایم خوب باشه، به عنوان استیک خوب نیست، ولی خب به عنوان سی ایم کارت خوبیه گریزمن. فینس شاتی که داره، پای چپ خوبی که داره و کلان استت خوبی که داره به نظر من میتونه کارت جذابی باشه، ولی خب وانسووا چشم من ترجیح میدم که اگه آبگیردهای بیشتر بگیره کارت بهتر و بهتر میشه. و لابورده رو داریم که ویک فوت 4 اسکیل 3 های های و خوب نیست، یعنی خوبه ها استت خوبی داره بنده خدا، مثلا استامینه 93 داره، قدرت بدنی خیلی خوب، کلا فیزیکال خیلی خوبی داره و هیدینگ اکوریسی خیلی خیلی خوبی داره و خب قدش هم تقریبا 180 سانتی متر و فیزیکش هم خیلی بالا و بالانس نداره، یعنی راه نمیتونه درست بره، ولی خب بقیه استاتش بد نیست و انقدر گزینه خوب تو همون لیگ فرانسه هستش که اصلا دیده نمیشه همچین بازیکنی و بازیکن خوبی نیست. و در آخر هم براردیو داریم که خیلی کار داره، یعنی خوبه ها، ولی یکی دو تا آپگرید دیگه نیاز داره، چون الان 84 این فرم بعدی که مثلا براردی بگیره میشه 86، اون موقع مثلا میشه گفت بهتر میشه، ولی همچنان میشه گفتش بهترین وینگر راسته سری ها هم کیزا و کارتای دیگه هم واقعا براردی آنچنان خوب نیستش، کیزای گلد از این خیلی بهتره. و این بودش تیم هفته 11 که کلن گفتم تیم خوبی نیست، ولی شاید کلن 3 تا 4 تا بازیکنای این تیم به درد بازیکنای تعویضی بخوره، یعنی رید پیکشون رو بزنین تعویضیای خوبی میتونن باشن. و کلن بازیکنای خوب و ارزشمند این هفته فقط و فقط دوتا هلندیان، فندایک دیونگ، که کلن پرچم هلند دیدین جیغ و داد کنید دیگه تمومه، دیگه خبری از اسکم شدن نیستش و پرچم هلند دیدین یعنی بازیکن خوب زدین. و بریم حالا سراغ کارت وانس تو واچ که تو این هفته آپگرید شدن، راجع به اونها هم یه صحبت کوتاه بکنیم و بعد بریم پکمون رو باز بکنیم. وانس تو واچ که گفتم آپگرید شدن، همونجوری که میبینید بازیکن‌های پاریس سن ژرمن آپگرید شدن، یعنی مسی 94 بود وانس تو واچش، شده 95، از اون طرف راموس آپگرید 89 رو گرفته و حکیمی و واینالدوم هم آپگرید شدن، حکیمی مثبت 1 شده که بهترین دفاع راست بازی بود و الان بهتر شد و دیگه رسما بهترین دفاع راست بازیه. و خب اگه خود حکیمی هم کار خاصی بکنه، چون میدونید که بازیکنیه که خیلی توی حمله ها میره جلو، شانس پاس گل دادن و این چیزاش خیلی زیاده، از اونجایی هم که کلا امسال ای با بازیکن‌های پی اس جی خوبه و سر تک گل و تک پاس گلشون بهشون این فرم میده، احتمال اینکه حکیمی این فرم بگیره خیلی خیلی زیاده. و خب اگه این فرم بگیره میشه 87 و بهتر میشه و کلا همین الانش هم کارت خیلی جذابیه. و نفر بعدی هم واینالدومه که الان تو استور نیستش، یعنی اما اول بازی اگه اس پی سی شو بسته بودین دیگه، و یعنی الان دیگه نمیشه گرفتش. منم خب میدونستم آپگرید میگیره، به خاطر همین بسته بودم اس پی سی شو و فوق العاده است کارتش الان بعد آپگرید، هنوز باش بازی نکردم، ولی پیس 77 که داشت شده 80، بقیه استاتش مثبت 2 شده، فوق العاده است، دریبلینگ 88، دیفندینگ و فیزیک هر دوتا 81، و به نظر من که یه کارت خیلی جذاب برای سی ام سی دی ام و کلی هم لینک سبز خوب داره دیگه، حتما حالا تستش میکنم بعدا نظر میدم. و نفر بعدی که آپگرید شده کاماوینگای رئال مادریدی که به رایگان بود این کار دیگه، ابجکتیو همون هفته اول وانس تو واچ بودش، کسایی که گرفتن اون موقع به حرف من گوش کردن، گفتن بگیرید آپگرید میشه، الان سود کردن، کارت خوبی شده، قابل بازی شده و کاماوینگا میتونه حالا در آینده این فرم هم بگیره، اگه این فرم هم بگیره مثبت 2 مثبت 3 اونا میشه و خیلی خوبه، واقعا کارت خوب و میتونه خوبتر بشه و حتی شانس گولیت گنگ شدن هم با یکی دوتا این فرم داره این کارت، چون دیدین دیگه یهو مثلا یه استت خاص و یه مثبت 4 میکنه همینجوری یهویی، مثلا ممکنه شوتینگش هم حتی به 80 برسونه همینجوری الکی الکی، و خب کلا کارت خوبیه، اصلا به شوت و ایناش کاری نداریم، کارت خیلی خوبیه و به نظر من
سی ام سی دی ام خیلی خوبیه که لینک پرفکت کریم بنزمای فلش بک هم هست دیگه، کسی که کریم بسته بودن. و غیر از بازیکنایی که دیدیم، این دوتا هم آپگرید شدن. بازیکنای تیم بایر مونیخ به خاطر 5 تا بردشون آپگرید شدن. اوپامکانو رسما میشه گفت یکی از بهترین دفاع وسطای حال حاضر بازی شده، فوق العاده است، استات دفاعی و فیزیک فوق العاده بالایی داره و پیس 85 خیلی خفنه، یکی از باگترین و بهترین دفاع هست و واقعا به نظر من کارت خیلی خوبیه. و سابیتسر هم آپگرید شده. خود سابیتسر فکر نکنم مثلا واسه بایر مونیخ زیاد بازی کرده باشه این فصل، یعنی شانس این فرم و آپگرید مجددش رو نمیدونم، ولی خوبه کارتش. میبینید که همه استات بالای 80 غیر از دیفندینگش و کلا کارت خیلی خوبیه. سی ام سی دی ام یا حتی سی ام خیلی خوبیه و استات شوتینگش چون خیلی بالاه و کلا کارت جذابیه دیگه، چون بایر مونیخ لینکای خوبی داره. خب گورتکای گلد از این بهتره. و اینم از وانسوواچا و آپگریدایی بود که گرفتن. و بریم سراغ باز کردن پک. خب قبل اینکه بریم سراغ اون یه دونه پکمون، یه دونه پک گارانتی تیم آف تویک هم بستیم که چون هفته پیش باز کردیم، گفتم یه دونه هم واسه این هفته ببندیم باز بکنیم. اس پی سیش هنوزم بود، اسپیسی به صرفه خوبی نیست، چون تیم آف تویک رو دیدیم که چقدر شلوغ خلوغ بود و چقدر بازیکن بد داره و خب احتمال اینکه از خوباش بده خیلی کمه، ولی خب گفتیم بزنیم دیگه، گفتیم یه دونه تیم آف تویک بزنیم، یه دونه هم پک عادی. و اول بریم واسه پک عادیمون که گارانتی مثبت 80 داره، ولی خب پک خوبی نیست و ببینیم شرایط چجوریه. بکنم دقیقا خود 80 رو داره، 82 خدا رو شکر، باز 82 داد 80 نداد، دمش گرم. اشتیندل داد و آرانگویز و استارک، سه تا بازیکن بوندسلیگا اول پکن، خداییش که دبلیو. و این از پک معمولیمون بود. حالا بریم واسه پک گارانتی تیم آف دی ویک که نمیدونم چه جوریه، بذار ببینیم پریویو داریم نداریم و بزنیم آقا تیم آف دی ویک پلیرز پک که اگه هولند بده دبلیو، چون میدونم فقط هولند بازیکناش خوب بوده. و اوه یارو که لیگ ترکیه بود، رادله چیه چرت و پرت، یادم نبود چه کشوریه، بکنم ساحل آجر. اینم از اینم شانس ما توی گارانتی تیم آف دی ویک و دوتا پکی که الان زدیم که خب اصلا خوب نبودن. خب آقا اینم از تیم هفته 11 هم و این دوتا بازیکنی که این پایین میبینید، دوتا بازیکن ژاپنی یعنی ناکامورا و میورا، دوتا بازیکن جدیدی هن که اسپیسیشون اومده، خیلی اسپیسی های متفاوت و فانیه که حالا ازشون یه ویدیوی گیم پلی میذارم، فکرم فردا ویدیوش آماده بشه یه گیم پلی از این دوتا بازیکن و راجبشون صحبت میکنیم کامل. و کلا تیم هفته رو دیدیم تو این ویدیو که تیم هفته خوبی بود تقریبا، و خب به خاطر وجود دیونگ و فندایک میشه گفتش که نجات دادن این تیمو دیگه، چون اگه اینا نبودن تیم اصلا خوب نبودش. و غیر از اینا به نظر من سیلور استار این هفته هم خوب بودش و ویدیو نسبت به هفته های پیش طولانی تر شد به خاطر اینکه راجع به وانسوواچای که آپگرید شده بودن صحبت کردیم و دیگه اینجا بیشتر از اینم صحبت نمی کنیم که طولانی تر از این نشه و منتظر ویدیوی این دو تا بازیکن ژاپنی باشین که فوق العاده خفنه. و دیگه بیشتر از اینم حرف نمیزنم، مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین. اسم من دنی پینکمن و تا ویدیو بعد فعلا.